چطور اردشیر زاهدی علا رقم تصمیمی که بر مجرد موندن داشت عاشق شهناز شد شایعه عاشقی شهناز و اردشی در خارج از ایران حقیقت داشت و یا اینکه اردشیر زاهدی اون وقت صبح چه کار مهمی داشت که با شاه تماس تلفنی گرفت تمام این سوالات رو همراه اتفاقات ریز و درشت اون روزها برای ازدواج شهناز پهلوی رو در این ویدیو ببینید پس همراه ما باشین از اینکه همراه من هستین خیلی خوشحالم اگه تلاش منو در کانال اینجای تهران برای قصه های جالب کشورمون دوست دارین ممنون میشم که منو و داستانامون رو به دوستانتون معرفی کنین تا بتونیم با انرژی و عشق بیشتر موضوعات جالبی رو براتون تهیه کنیم حمایت شما منو و بقیه تیممون رو تو ساخت ویدیوهای بهتر کمک میکنه سلام اینجا کانال اینجای تهرانه چون میدونیم به قصه های تاریخی و جذاب تهران و ایران علاقه دارید و فرصت ندارید که منابع حقیقی رو دقیق بخونید بخش های جالب و حقایق رو خلاصه تقدیم شما میکنیم لطفا با زدن رو زنگوله پایین ویدیو و دنبال کردن ما همراهمون باشید. در ویدیوهای قبلی گفتیم که شهناز به خاطر شرایط خاصی که تو زندگی داشت از پدرش که شاه بود کمی دور افتاده بود و این بین ملکه ی مادر بود که همیشه سعی داشت روابط دختر و پدر و بهتر و پررنگتر کنه از طرفی به خاطر روابط سمیمانهی که اردشیر با دربار مخصوصا ملکه مادر داشت از این امور با خبر بود وقتی قرار شد شاه همراه سریا به دیدن شهناز در بیمارستان بره نگهان اردشیر زاهدی به این فکر افتاد که نکنه علا حضرت دست خالی به دیدن دخترش بره و به همین خاطر صبح خیلی زود با دربار تماس گرفت که قربانت شوم نکنه دست خالی به دیدن شهناز برید از اینجا به بعد داستان و بهتر از زبون خود اردشیر زاهدی بشنوین که شیرین تر و جالب تره صبح زود یهو یادم اومد که حالا که شاه و سریا میخوان به دیدن شاه دخت برن باید چیزی با خودشون ببرن رسم برای دیدن مریض کادایی با خودشون میبرن حالا چه برسه به ملاقات شاه و فرزندش منم صبح زود تلفن کردم کاخ و از خواب بیدارشون کردم و فوراً گفتم قربان فکر کردید که باید چیزی به دخترتان بدهید گفتن اصلا فکری نکردم بذار بپرسم بعد سوال فرمودن و گفتن سریا چیزی نداره اینجوری نمیشد تلفن رو قطع کردم و به دخترم زنگ زدم و گفتم اختر جان زحمت میکشی بری یه کادوی خوب بخری دخترمم گفت عزیزم این وقت صبح مغازهای باز نیست گفتم خود چیزی دم دست نداری که بشه کادو داد اختر یه مکسی کرد و گفت من یه عطر دیور نو دارم گفتم آها همونو قشن کادو پیچ کن و بیادم بیمارستان منم زود میام اونجا ازت میگیرم تا بدم به شاه بودو بودو آماده شدم و قبل رسیدن شاه از اختر دخترم عطر رو گرفتم و تقدیم علا حضرت کردم یادمه وقتی هدیه رو به شاه دادم نفس راحتی کشیدم و خیالم راحت شد تو اون مدتی که شهناز در بیمارستان بستری بود من مرتب میرفتم احوال پرسی و خبر سلامتیش رو به شاه در آبلی منتقل میکردم. تو خانواده ما رسم بود که روزای چهارشنبه فامیل دوره هم جمع می شدیم و هر بار خونه یکی مهمونی برگزار می شد کوچیک و بزرگ کنار هم بودیم و امه و مادر بزرگم غذاهای همدانی درست میکردم. کوفته همدانی به چه بزرگی با آلوهای بسیار خوشمزه آبگوشت و قرمه سبزی و کلی خوراکی خلاصه بخور بخوری بود اون هفته من چون بیمارستان بودم پیغام دادم شما غذاتون رو بخورین و منتظر من نشین همین که از بیمارستان برگشتم دیدم همه فامیل جمعن رو به عمه کوچیکم که مهموندار هواپیما بود کردم و گفتم بد نیست از این غذا بفرستیم بیمارستان تا شاه ازش بخوره یه دفعه امم با همون لحجه همه گفت ببم ببم کور نشم که تو عاشقی گفتم امه یه دفعه دیگه از این حرفا بزنی خونت نمیام گفت قربونت برم کسی که میگه من کوفته همدانی و با این چیزا بفرستم برای کسی که آپاندیس عمل کرده قطعا عاشقه گفتم حالا بفرستین دور و بریاش بخورن اصلا اینم بگم که شایعه درست کرده بودن که شاه دخت به خاطر عشق و عاشقی با من به ملک فیصل جواب رد داده بود اما اصلا اون زمان ما دوتا ارتباطی با هم نداشتیم و وقتی به هم نزدیک شدیم که اولیا حضرت شهناز برای عمل آپاندیس شوهی بیمارستان شد فقط قبلش یادمه یه بار کار داشتم زنگ زدم کاخ یه خانومی تلفن رو جواب داد بعد از من پرسید آقای زاهدی شما این؟ منم ازش پرسیده بودم بله شما؟ جواب داده بود شهناز همون موقع صداش به دلم نشست تو همین گیرودار بود که ملکه مادر منو کنار کشید و گفت تو بیشتر از همه به شهناز محبت میکنی این دخترم به تو علاقه منده من به ملکتاش خانوم گفتم راستش تا الان به زندگی زن و فکر نکردم اما انگار یواش یواش احساس میکردم دارم به شاه دخت شهناز علاقه پیدا میکنم و تو فامیل خودمم حرفش افتاد و یهو به خودم اومدم دیدم بله واقعا عاشق شدم برای همین با امام جمعه که خیلی به ایشون ارادت داشتم مشورت کردم تا اینکه به این نتیجه رسیدیم که من از پدرم اجازه بگیرم من برای پدرم نامه نوشتم و عرض کردم قربان یه چنین جریانی هست که میخواستم از شما اجازه بگیرم این دختر هم منو میخواد پدرم تو جواب نوشته بود پسرم اگر میخواهی دختر شاهو بگیری من استدعا میکنم این کارو نکن اگرم که عاشقی و واقعا از ته دل همدیگر رو دوست داری من به خوشی تو خوشم دوباره من برای پدرم نامه نوشتم که بابا جون من احساس میکنم که این دختر رو دوست دارم اونم منو دوست داره پدرم هم تو جواب نوشت بنابراین به تو تبریک میگم حالا میخوای من چیکار کنم گفتم خواهش میکنم نامه ای به علا حضرت بنویسید و شهناز رو برای من خواستگاری کنید من خجالت میکشم به شاه چیزی بگم پدرم در یک نامه برای شاه ماجرا رو نوشت و من پیش شاه رفتم و عرض کردم نامه ای از پدرم آوردم و حضورتون تقدیم میکنم اینو گفتم و با تعظیم اومدم بیرون اما یه مسئله بود که البته خال زنک های دربار به وجود آوردن و این بود که سن شهناز برای ازدواج کمه حالا چی شد که تازه بعد از خاستگاری من یادشون اومد خدا میدونه برای همین قرار شد که ما یک سالی با هم نامزد کنیم و محرم نشیم تا بهتر و بیشتر همدیگر رو بشناسیم اعلامیه نامزدی فرزند اول شاه پخش شد و جشن نامزدی تو کاخ برگزار شد اما ملکه مادر نیومد و یه سری اتفاقات افتاد که من قبل عروسی تصمیم گرفتم کل ماجرا رو به هم بزنم جریاناتی که یه سرش برمیگشت به والا حضرت اشرف و کارایی که داشت میکرد کار به جایی کشید که تصمیم گرفتم نه تنها نامزدی رو به هم بزنم بلکه گفتم از ایران میرم و پیش پدرم میمونم اولا شاهدخت اشرف مدام به پدرم توهین میکرد و نقش اونو تو اتفاقات 28 مرداد کاملا بی تاثیر میدونست منم که خیلی به پدرم حساس بودم تحمل این همه توهین رو نداشتم از طرفی شاهدخت اشرف به خاطر ازدواج اجباری که خودش تجربه کرده بود نمیخواست شهناز روزای سخت اونو تجربه کنه و مدام زیر گوشش میخوند که حتما عاشقانه ازدواج کن جالبه که میدونست شهناز منو دوست داره اما دلش میخواست شهناز عروس خودش بشه تا شاید بلی که قرار شهناز به دنیا بیاره تو خود خانواده پهلوی باشه از اونجایی هم که اشرف نفوذ زیادی تو دربار داشت و پدرم از قبل به من هشدار داده بود که سمت دختر شاه نرم باعث می شد که فکر به هم زدن این نامزدی به سرم بزنه اگه دلتون میخواد ادامه این ماجرای عجیب و که کمتر کسی ازش خبر داره رو بشنوین حتما ویدیوی بعدی ما رو ببینین آنچه شنیدید گزیده ای از مصاحبه با اردشیر زاهدی در سال 2009 و اسناد ساواک در مورد زنان دربار یادداشت‌های علم و مطالب و نشریات دوره پهلوی بود اگر از این دست قصه ها لذت میبرین و براتون جذابه لطفا و حتما ما رو به دوستانتون پیشنهاد بدید و با ارسال لینک ویدیوها به شنیده شدن این قصه ها کمک کنید همچنین میتونید پیشنهادهای خودتون رو با ما تو قسمت کامنتا در میون بذارید تا به قصه مورد علاقه شما بپردازیم یادتون باشه که با زدن روی زنگوله و سابسکرایب کردن میتونید از بقیه قصه ها خبردار بشین